بر شما همراهان همیشگی برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی در این برنامه با شما همراه هستم با گزارش‌هایی از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه، توافق ایران و عربستان در بازگرداندن پیکرهای حجاج ایرانی، واکنش دولت به اصلاح قانون اجازه همسر برای خروج از کشور و درخواست مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک برای دسترسی همه جهان به اینترنت. در پایان هم مروری داریم بر زندگی یک هنرمند و یک ورزشکار، هما روستا و هادی نوروزی که هفته گذشته از میان ما رفتند. با ما همراه باشید. هفته گذشته حملات نیروی هوایی روسیه علیه مواضع شورشیان مخالف بشار اسد در این کشور آغاز شد. آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از اینکه این حملات علیه گروه‌های مسلح مورد حمایت غرب انجام می‌شود که هم علیه دولت بشار اسد و هم علیه داعش می‌جنگند ابراز نگرانی کرده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه حملات هوایی روسیه با هدف سرکوب دولت اسلامی را مورد انتقاد قرار داده و آن را غیر سازنده خوانده است. به گفته یک مقام بلندپایه آمریکایی، عملیات نظامی روسیه در خاک سوریه با تلاش‌های مشترک جامعه بین‌المللی در پیکار با تروریست‌های وابسته به دولت اسلامی منافات دارد. پیشتر گفته شده بود که روسیه در مورد حمله هوایی به مواضع داعش در سوریه به مقامات آمریکایی اطلاع داده است، اما وزارت خارجه آمریکا از شیوه انتقال این خبر انتقاد کرده است. گفته می شود که تنها یک ساعت پیش از آغاز حمله روسیه یک افسر روسی در بغداد به سفارت آمریکا رفته و این خبر را به طور شفاهی به کارمندان داده است. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که افسر روسی نامبرده از مقامات آمریکایی خواسته است که در خلال حمله روسیه هیچ جنگنده آمریکایی در حریم هوایی سوریه نباشد. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز در مورد گزارش‌های ابراز نگرانی کرده است که نشان می‌دهد روسیه با آغاز حملات هوایی خود در سوریه مواضعی غیر از مواضع داعش را هدف گرفته و به شورشیان مورد حمایت غرب حمله کرده است. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه 8 مهر ماه اعلام کرد جنگنده‌های آن کشور 8 موضع گروه موسوم به حکومت اسلامی را هدف قرار دادند. خبرگزاری رسمی سوریه که تحت کنترل دولت بشار اسد است نیز اعلام کرده این حملات هوایی علیه مواضع حکومت اسلامی در استان حمص انجام شده است. در همین حال اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده گفت لازم است با احتیاط با این اطلاعات برخورد کرد. به نظر می رسد حمله هوایی روسیه در مناطقی انجام شده که نیروهای داعش احتمالاً در آن حضور ندارند. به گزارش خبرگزاری رویترز دبیر کل ناتو ینس استولنبرگ در این زمینه گفته است در مورد گزارش هایی که حاکی حملات روسیه مواضع داعش را هدف نگرفته نگرانم. آقای استولنبرگ گفت به ویژه نگران این موضوع است که از طرف مسکو هیچ تلاشی برای اطلاع رسانی در مورد حملات و جلوگیری از برخورد احتمالی میان جنگنده های روسیه و هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا انجام نشده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرده که افراطیون در مناطقی که هدف حمله قرار گرفتند حضور نداشتند. در همین حال نماینده دائمی پادشاهی سعودی در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 9 مهر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روسیه خواست تا عملیات بمباران نقاط شهری حومه حمص و حما در سوریه را متوقف کند. این مقام عربستان سعودی گفت در این بمباران‌ها 36 غیر نظامی و از جمله زنان و کودکان کشته شدند. نماینده دائمی پادشاهی سعودی در سازمان ملل گفت ریاض نگران عملیات نظامی روسیه در سوریه است. همزمان خبرگزاری روسیه اسپوتنیک از قول ژنرال ایگور کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه نقل کرده است که در پی حملات آن کشور
ادوات سنگین، انبار سوخت و نیز مواضعی در مناطق کوهستانی تخریب شدند. به گفته آقای کلاشنکوف، همه حملات پس از هماهنگی با ارتش سوریه انجام شده است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی نطقی در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که کشورش با تمام قوا به نبرد با تروریست پیوسته و حاضر است در این راستا با غرب همکاری کند. پارلمان روسیه طی این مصوبه با عملیات خارجی ارتش روسیه علیه جهادگرایان در سوریه موافقت کرد. دولت روسیه میگوید که در این عملیات به دنبال منافعی برای خود نیست. عملیات برای مدتی محدود صورت میگیرد و صرفاً به بمباران مواضع گروه تروریستی داعش محدود میشود. اما غرب نسبت به اقدام نظامی روسیه در سوریه نگران است و آن را در تقابل با تلاش‌های مشترک جامعه بین‌المللی در پیکار با داعش میداند. مقامات ایران و عربستان سعودی به توافق رسیدند که اجساد کشته شدگان ایرانی حادثه منا را به ایران بازگردانند. برخی از کشورهایی که در این حادثه اتباعشان را از دست دادند، موافقت کرده بودند که اجساد قربانیان در عربستان دفن شود. اما حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت امور خارجه ایران، گفته بود نه خانواده ها چنین تقاضایی داشتند و نه به مصلحت می‌دانیم که چنین اجازه‌ای به عربستان داده شود. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرده است آن کشور و ایران برای انتقال اجساد قربانیان ایرانی حادثه منا به توافق رسیدند. این خبرگزاری روز چهارشنبه 8 مهر ماه اعلام کرد دو طرف توافق کردند تا اجساد قربانیان ایرانی که هویت آنها مشخص شده است را در اسرع وقت به ایران انتقال دهند. توافق صورت گرفته پس از دیدار وزیران بهداشت دو کشور در ریاض صورت گرفته است. به این ترتیب وضعیت انتقال دست کم 239 پیکر از زائران ایرانی مشخص می شود. با این همه هنوز 241 نفر از جمله سفیر پیشین ایران در لبنان در فهرست مفقودین هستند و وضعیت آنها هنوز روشن نیست. این در حالی است که سازمان حج و زیارت ایران روز پنجشنبه 9 مهر ماه در اطلاعیه‌ای تعداد زائران کشته شده ایرانی را 464 نفر اعلام کرد. در این اعلامیه گفته شده است این آمار نتیجه 7 روز پیگیری وضعیت آسیب دیدگان در حادثه مناست. وزیر بهداشت عربستان بر علاقه ریاض به همکاری با جمهوری اسلامی تاکید کرده است. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران، هم گفته عربستان اطمینان داده برای مداوای مجروحان، انتقال جان باختگان و شناسایی مفقودان حادثه هر گونه همکاری لازم را انجام خواهد داد. آقای هاشمی در این حال گفته است پادشاه عربستان و هیئت وزیران آن کشور به ایران تسلیت گفتند. در همین حال حسن قشقاوی، معاون امور کنسولی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه 8 مهر ماه گفت رفتار عربستان با ایران تفاوتی با بقیه کشورهایی که زائران آنها در حادثه منا جان باختند ندارد. وی گفت سعودی ها در پیگیری حادثه رفتار بهتری در پیش گرفتند. آقای قشقاوی همچنین به عملکرد رسانه های ایرانی هم در قبال این حادثه واکنش نشان داد و گفت راهبرد رسانه ایران باید در مسیر بازگشت پیکر جانباختگان باشد و هر نوع حرکت و شعار و تندروی که این موضوع را مخدوش کند خلاف مصلحت است. پیشتر برخی از رسانه‌های داخلی با اشاره به مفقود شدن قزنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین ایران در بیروت و نیز شماری از افراد رده بالای سیاسی و نظامی در حادثه منا، این رویداد را به مفقود شدن دیپلمات‌های ایرانی در لبنان تشبیه کرده و به اسرائیل نسبت داده بودند. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، درباره توافق میان ایران و عربستان درباره اختلاف‌های رخ داده پس از ماجرای منا گفت در سه محور با طرف سعودی توافق شده که قرار است ظرف امروز و فردا این توافقات به مرحله اجرا درآید. آقای رحمانی فضلی به همراه حسین هاشمی، استاندار تهران، صبح روز پنجشنبه 9 مهر ماه در منزل فرج الله تقیانی و قزنفر رکن‌آبادی، دو تن از مقام‌های ارشد نظام حاضر شد که در منا مفقود شدند.
آقای رحمانی فضلی گفت از روز فاجعه منا تا امروز مقام معظم رهبری 3 بار در این خصوص سخنرانی کردند و البته سخنان ایشان مؤثر بود. رئیس جمهور و وزیر امور خارجه نیز در نیویورک و تهران محور پیگیری‌ها و اقدامات خود را فاجعه منا قرار دادند. وزیر کشور ایران همچنین گفت بر اساس هماهنگی‌های انجام شده با طرف سعودی هر کاروانی که بخواهد می‌تواند زودتر به ایران برگردد. همزمان عباس آخوندی وزیر راه اعلام کرده است کار بازگشت حجاج به ایران آغاز شده است. وزیر کشور ایران همچنین هشدار داد به هیچ وجه زیر بار دفن شهدایمان در خاک عربستان نمی رویم. می گفته تلاش جمهوری اسلامی ایران انتقال همه اجساد به تهران است. به همین منظور 10 گروه تجسس تشکیل دادیم و تقریبا همه بیمارستان‌ها و سردخانه‌های رسمی عربستان را جستجو کردیم. البته تعدادی از کانتینرهای سیار باقی مانده است که مجوز جستجوی آنها را نیز از سعودی‌ها دریافت کردیم. در این مراسم همسر و دختر غضنفر رکن‌آبادی سفیر اسبق ایران در لبنان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت وی از وزیر کشور خواستند تا بوروکراسی اداری انتقال زائران خانه خود را هرچه سریعتر از بین ببرند تا خانواده ها هرچه سریعتر عزیزان خود را در کنار خود ببینند. هفته گذشته نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان از توقیف 1 قایق ایرانی خبر دادند که ظاهراً برای شبه نظامیان مخالف دولت یمن جنگ افزار حمل می کرده است. یک منبع آگاه در وزارت خارجه جمهوری اسلامی که نام او برده نشده خبر توقیف 1 قایق ایرانی به دست ائتلاف ضد حوثی‌ها در یمن به رهبری عربستان سعودی را تایید کرد، اما وجود محموله سلاح در این قایق را بی اساس و جنگ روانی خواند. یک منبع آگاه در وزارت خارجه جمهوری اسلامی که نام او برده نشده خبر توقیف 1 قایق ایرانی به دست ائتلاف ضد حوثی‌ها در یمن به رهبری عربستان سعودی را تایید کرده است. این منبع آگاه در این حال خبر وجود محموله سلاح در این قایق را بی اساس، خبرسازی دروغ و جنگ روانی خواند. به گزارش خبرگزاری اینا، این مقام وزارت امور خارجه ایران گفته است نیروهای ائتلاف در پی رسوایی فاجعه اخیر منا به 1 سناریوی نخنما و تکراری متوسل شدند. این منبع همچنین اعلام کرده که وضعیت این لنج ماهیگیری در دست پیگیری است. ائتلاف ضد حوثی‌ها در یمن به رهبری عربستان سعودی روز چهارشنبه از توقیف 1 قایق باری ایرانی به مقصد یمن خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این ائتلاف اعلام کرده است که این قایق روز شنبه هفته جاری در دریای عرب توقیف شده و حامل انواع گلوله، خمپاره انداز و سایر تجهیزات نظامی برای نیروهای حوثی طرفدار ایران بوده است. این منبع آگاه در وزارت خارجه ایران گفته است که مردم یمن برای مقابله با متجاوزین به سلاح ایران نیاز ندارند. در همین حال سرتیب احمد اسیری مشاور دفتر وزیر دفاع سعودی روز چهارشنبه 8 مهر گفت تلاش ایران برای قاچاق سلاح به حوثی‌ها در یمن نشانه سردرگمی و سرخوردگی تهران و حوثی‌ها پس از مشاهده بازگشت ثبات به یمن و شکست طرح آنهاست. آقای اسیری ساعاتی پس از انتشار خبر توقیف 1 لنج ایرانی حامل سلاح در دریای عرب در گفتگو با تلویزیون الحدث گفت نیروهای ائتلاف تلاش برای قاچاق سلاح به حوثی‌ها را با شکست روبرو کردند و سلاح را ضبط کردند. او همچنین به عملیات دیگری اشاره کرد ولی گفت که بهتر است اکنون اعلام نشوند. مشاور دفتر وزیر دفاع سعودی گفت این بزرگترین عملیات قاچاق سلاح به حوثی‌ها پس از برقراری ممنوعیت دریایی علیه یمن جهت جلوگیری از قاچاق سلاح به کودتاچیان از ماه مارس گذشته به شمار می رود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در سخنانی در شورای امنیت سازمان ملل گفت 1 یا 2 کشور همسایه ایران از درک تهدید و سرنوشت مشترک ناشی از اقدامات تروریستی و افراط‌گرایان ناتوان هستند و به همین دلیل برخورد غیر مسئول اولانه دارند که اخیراً در نحوه رفتارشان با قربانیان فاجعه منا بروز یافت.
آقای ظریف بدون نام بردن از عربستان سعودی گفت جهان هنوز همدستی آنها در ایجاد القاعده و طالبان و جنایات صدام علیه مردم ما و مردم خودش را فراموش نکرده است. اینها از جمله عوامل عمده‌ای بودند که به ظهور افراط‌گرایی خطرناک تکفیری انجامیدند. آقای ظریف در این حال خواستار گفتگوهای جدی و همکاری با همسایگان ایران برای حل مشکلات منطقه شد. هفته گذشته وبسایت اقتصاد نیوز با انتشار تصویر فیش حقوقی یکی از کارمندان دولت نوشت برخی از کارمندان آموزش و پرورش پس از دریافت فیش حقوقی شهریور ماه خود متوجه شدند که از حقوق هر کدام از آنها بدون اطلاع قبلی 2000 تومان بابت کمک به مردم یمن کم شده است. پیشتر نیز عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه ایران را متهم کرد که شریک کودتای حوثی‌ها در یمن و عامل اصلی ویرانی سوریه است. مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک، خواستار اقداماتی در جهت دسترسی همه مردم جهان به شبکه اینترنت شد. اکنون 4 میلیارد نفر در جهان به اینترنت دسترسی ندارند. او در گفتگو با صدر اعظم آلمان متعهد به مبارزه با نژادپرستی در فیسبوک شده است. مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک روز شنبه 4 مهر بار دیگر و این بار از تریبون سازمان ملل خواستار جهانی شدن دسترسی به اینترنت شد. وی گفت جهانی شدن اینترنت به اجرای مصوبه اخیر سازمان ملل برای حل بحران‌های جهانی یاری خواهد رساند. به گزارش خبرگزاری رویترز 193 کشور عضو سازمان ملل روز جمعه به طور رسمی مجموعه ای از 17 هدف مرتبط با توسعه پایدار را که در پی پایان دادن به فقر و نابرابری و مبارزه با تغییرات آب و هوایی در بیش از 15 سال آینده است به تصویب رساندند. این طرح به گفته بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نقشه راهی برای دولت‌ها و بخش خصوصی برای رسیدن به اهداف مورد نظر است. در همین راستا آقای زاکربرگ در نشستی که عصر روز شنبه 26 سپتامبر در سازمان ملل با رهبران اقتصادی جهان داشت، خواستار تلاش‌هایی در جهت تضمین دسترسی به اینترنت در سطح جهان تا سال 2020 شد. او گفت اینترنت ابزاری است پر انرژی برای به اشتراک گذاردن دانش، فرصت آفرینی و بیرون آوردن جوامع از فقر و ترویج صلح. او که کمپین دسترسی جهانی به اینترنت خود را رسما آغاز کرده، با این درخواست از دولت‌ها و شرکت‌ها خواست که بکوشند تا امکانات اتصال 4 میلیارد مردم سراسر جهان را که همینک به اینترنت دسترسی ندارند فراهم آورند. بسیاری از چهره‌های سرشناس از جمله بونو، خواننده ایرلندی، بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، آریانا هافینگتون، سردبیر هافینگتون پست، شاکیرا، خواننده کلمبیایی و جیمی ویلز، بنیانگذار ویکی‌پدیا، همراهی خود با این کمپین را اعلام کردند. پیش از این فیسبوک در 8 فروردین از تأسیس یک مرکز پژوهشی در دل این کمپانی عظیم خبر داده بود که مأموریتش یافتن راه‌های نوین برای رساندن اینترنت به کسانی است که به آن دسترسی ندارند. تحولی مهم در فیسبوک که می‌تواند نوید دهنده آینده‌ای متفاوت و هیجان‌انگیز برای دنیا باشد. روز شنبه 4 مهر همچنین مارک زاکربرگ در گفتگو با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان متعهد شد تا کمپانی فیسبوک اقدامات لازم را برای مبارزه با نژادپرستی و نفرت پراکنی انجام دهد. آنگلا مرکل در حاشیه مجمع عمومی در سازمان ملل در نیویورک از زاکربرگ پرسید که آیا او در پی بهبود اوضاع در فیسبوک است که زاکربرگ قاطعانه پاسخ مثبت داد. پیش از این سیاستمداران آلمان از برخورد غیرشفاف فیسبوک با نژادپرستی انتقاد کرده بودند. صدر اعظم آلمان در همان زمان در گفتگویی با روزنامه آلمانی راینیشه پست با انتقاد از رویه فیسبوک گفته بود وقتی عده‌ای از مردم با نام واقعی خود در شبکه اجتماعی جمع می‌شوند و نفرت می‌پراکنند، این دیگر تنها وظیفه دولت‌ها نیست که با این افراد برخورد کنند. فیسبوک و رؤسای این کمپانی نیز مسئولیت دارند و باید علیه این شعارها کاری انجام دهند. هایکو ماس وزیر دادگستری آلمان نیز
پیش از این در نامه‌ای سرگشاده که در اشپیگل منتشر شد از فیسبوک خواسته بود با محتوای نجات پرستانه و آزار دهنده‌ای که پیوسته و هر روز در این پلتفرم اینترنتی منتشر می‌شود برخورد کند. او مسئولان فیسبوک را خطاب قرار داده و گفت مسئله جدی است، باید در این باره صحبت کنیم. بر همین اساس آقای ماسک دیداری با رؤسای فیسبوک در برلین در اواسط ماه سپتامبر داشت و اینک به نظر می‌رسد با گفتگوی شخصی زاکربرگ و آنگلا مرکل روند مبارزه با ترویج نجات پرستی در فیسبوک که اخیراً در پی افزایش ورود پناهجویان به اروپا اوج گرفته است تصریح شود. شاهین‌دخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در خصوص اصلاح قانون اجازه همسر برای خروج از کشور واکنش نشان داد و گفت تا زمانی که این قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها هستیم تا حداقل زنان علمی و ورزشکار بتوانند به کنفرانس ها و میادین بین المللی اعزام شوند. شاهین‌دخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در خصوص اصلاح قانون اجازه همسر برای خروج از کشور واکنش نشان داده و گفته تا زمانی که این قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها هستیم تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس ها و میادین بین المللی بروند. وی گفت بیش از 1040 ایمیل در این خصوص دریافت کردم که به موضوع عدم امکان خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر به عناوین مختلف اعتراض می کند. وی با اشاره به اینکه این موضوع به ماده 18 قانون گذرنامه برمیگردد تصریح کرد که در این ماده قانونی که مصوب سالهای 1351 و 1352 است آمده که زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر هستند. در هفته‌های اخیر عدم صدور اجازه خروج از کشور کاپیتان تیم فوتبال سالنی زنان ایران برای رفتن به مسابقات قهرمانی آسیا در مالزی موجب اعتراض‌های گسترده شهروندان در شبکه‌های اجتماعی شد. تیم فوتبال سالنی زنان ایران در این مسابقات با درخششی چشمگیر قهرمان آسیا شد. موضع‌گیری خانم مولاوردی نخستین واکنش دولت به این ماجرا است. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت قطعاً وضعیت بانوان نسبت به سالهای 51 و 52 تغییر پیدا کرده است و بانوان امروز و خانواده و جامعه امروزی متحول شده است و به هیچ عنوان قابل مقایسه با سال 1352 نیست. خانم مولاوردی گفت زنان امروز کشور راه‌هایی را برای اینکه بتوانند از این قانون رهایی یابند پیدا کردند. یعنی برخی زنان از همسرانشان برای خروج از کشور وکالت می‌گیرند، اما متاسفانه همه به این استثناها واقف نیستند و آگاهی ندارند. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری خبر داد که معاونت زنان و خانواده به جد به دنبال اصلاح قانون است و تا زمانی که این قانون اصلاح نشود که پیش بینی می‌کنم به این زودی‌ها اصلاح شود به دنبال استثناها خواهیم رفت و قطعاً برای خروج زنان موفقمان از کشور تلاش می‌کنیم. در هفته‌های اخیر کمپینی نیز از سوی شهروندان در شبکه‌های اجتماعی برای درخواست لغو قانون ضرورت اجازه همسر برای خروج زنان از کشور به راه افتاده است. افزایش سختگیری بر زنان در حالی است که شرایط ناگوار اقتصادی به افزایش بحران در خانواده‌های ایران منجر شده است. در تازه ترین خبر علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش روز چهارشنبه 8 مهر به خبرگزاری ایرنا گفته است به 6.5 میلیون دانش آموز که خانواده آنان در معرض طلاق هستند مشاوره داده می شود. با توجه به وجود 13 میلیون دانش آموز در کشور معنای سخن وزیر آموزش و پرورش آن است که از هر دو خانواده دانش آموزان ایرانی یکی درگیر ماجرای طلاق است. همزمان خبرگزاری ها خبر دادند که 3 عضو کانون صنفی معلمان ایران در روزهای دوشنبه و سه شنبه با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شدند. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، محمد رضا نیک نژاد از اعضای هیئت مدیره و مهدی بهلولی عضو کانون صنفی معلمان ایران روز سه شنبه با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شدند.
این دو فعال حقوق معلمان شهریور ماه سال گذشته به اتهام حضور در تجمع‌های صنفی معلمان در یک سال اخیر با حکم بازپرسی زندان اوین بازداشت شده بودند. کانون صنفی معلمان ایران خواستار آزادی سایر فعالان حقوق معلمان شده است. در حال حاضر اسماعیل عبدی، علی اکبر باقانی، محمود بهشتی لنگرودی، عبدالرضا قنبری، رسول بداقی و علیرضا هاشمی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. در این میان سایت حقوق معلم و کارگر خبر داد که میلاد درویش عضو افتخاری کانون صنفی معلمان ایران و فعال کارگری روز دوشنبه با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. هفته گذشته هما روستا بازیگر برجسته تئاتر، سینما و تلویزیون ایران در 71 سال روز تولدش درگذشت. خانم روستا که مبتلا به بیماری سرطان بود و برای معالجه به آمریکا رفته بود، در بیمارستانی در لس آنجلس چشم از جهان فرو بست. هما روستا بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران روز یکشنبه 5 مهر ماه به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در سن 71 سالگی درگذشت. خانم روستا که برای مداوای بیماری سرطان خود به آمریکا رفته بود، در بیمارستانی در لس آنجلس یک روز پیش از 71 سال روز تولدش دوستانش را ترک کرد. بیماری او حدود 6 سال پیش تشخیص داده شد و در تهران تحت درمان بود. او 2 ماه پیش برای ادامه درمان خود به لس آنجلس رفت و تقریبا تمام این مدت در بیمارستان بستری بود. قرار است پیکر او برای خاکسپاری به ایران منتقل شود. هما روستا از 6 سالگی در مسکو زندگی کرد و مدرک فوق لیسانس خود را از دانشکده هنرهای دراماتیک بخارست در کشور رومانی دریافت کرد. او در سال 1349 با بازگشت به ایران به تحصیل در رشته شیمی پرداخت، اما پس از مدتی تحصیلش را نیمه کار رها کرد و به دانشکده هنرهای دراماتیک رفت. خانم روستا فعالیت هنری خود در ایران را با کارگردانی در تئاتر آغاز کرد. اولین حضور خانم روستا در سینما در سال 1350 و با فیلم دیوار شیشه‌ای ساموئل خاچیکیان بود. خانم روستا در فیلم‌هایی چون پرنده کوچک خوشبختی، مسافران و از کرخه تا راین ایفای نقش کرده بود. همچنین در تئاترهایی چون باغ آلبالو و مرغ دریایی نیز بازی کرده بود. از کرخه تا راین شاید از دید مخاطبان معروف‌ترین کار هما روستا باشد. فیلمی که این بازیگر به خاطر تسلطش بر زبان آلمانی برای آن انتخاب شد و سپس تبدیل به یکی از پرتماشاگرترین آثار ابراهیم حاتمی کیا بدل گشت. همچنین از کارهای صحنه‌ای معروفی که هما روستا به همراه همسرش حمید سمندریان روی صحنه بردند، میتوان به مرده‌های بی‌کفن و دفن اشاره کرد. خانم روستا همچنین از بازیگران تئاتر بود و اگرچه مدتی از صحنه نمایش دور بود، اما در سال 1392 در تئاتر باغ آلبالو ایفای نقش کرد. باغ وحش شیشه‌ای، مرغ دریایی، سانتا کروز، آنتیگون در نیویورک از جمله کارهای او در حوزه تئاتر محسوب می‌شوند. جمعی از هنرمندان تئاتر در تیر ماه گذشته به افتخار هما روستا و تلاش‌هایش برای هنر تئاتر ایران سالن نمایش هما را در تهران افتتاح کردند. هما روستا همسر حمید سمندریان مدرس بازیگری و کارگردان سرشناس تئاتر بود که 3 سال پیش بر اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. پنجشنبه 9 مهر ماه، هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در حالی که تنها 30 سال بیشتر نداشت به دلیل ایست قلبی در خواب پیش از رسیدن به بیمارستان درگذشت. هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 4 صبح روز پنجشنبه 9 مهر به دلیل سکته قلبی در خواب در خانه به کما رفته است. او پیش از انتقال به بیمارستان عطیه تهران جان باخته و تلاش پزشکان برای احیای قلب وی ناکام مانده است. به گزارش خبر آنلاین، میثم علیپور پزشک تیم پرسپولیس در مورد جزئیات درگذشت هادی نوروزی گفته است ساعت حوالی 5
5 بود که همسر هادی با من تماس گرفت و گفت حال هادی خوب نیست، نمیتواند نفس بکشد. او با اورژانس تماس گرفته بود و تلاش زیادی برای احیای این بازیکن در مسیر به بیمارستان شد، اما قلبش از کار ایستاده بود. هادی نوروزی 30 سال سن داشت و یکی از بهترین بازیکنان پرسپولیس در لیگ 15 بود. وی که دارای 2 فرزند بود، در شهر کیاکولا، یکی از شهرهای استان مازندران متولد شده بود و در فصل 85-86 به پرسپولیس پیوست، اما حتی یک بار هم بازی نکرد و بعد از یک فصل نیمکت نشینی در تیم بزرگ پایتخت به داماش ایرانیان پیوست و در 22 بازی 10 گل به ثمر رساند. وی پس از درخشش در لیگ آزادگان، هادی نوروزی به پرسپولیس بازگشت و در اولین فصل حضور مجددش در پرسپولیس بیشتر به عنوان بازیکن تعویضی به میدان می رفت و به مرور به یکی از بازیکنان ثابت تیمش تبدیل شد و در بیشتر بازی‌های آسیایی یکی از 11 مرد اصلی پرسپولیس بود. هادی نوروزی فصل 88-89 را با درخشش آغاز کرد و در اولین بازی فصل مقابل مس کرمان 2 گل به ثمر رساند. در دربی 68 نیز توانست گل تساوی پرسپولیس را به ثمر برساند. وی در این فصل بازی‌های زیادی برای پرسپولیس در پست‌های هافبک، مهاجم راست و مهاجم نوک انجام داد که نهایتاً منجر به دعوتش به تیم ملی توسط افشین قطبی شد. در گذشت ناگهانی این بازیکن جوان بسیاری از همتیمی‌ها، هواداران و اهالی ورزش را در شوک فرو برده است. علی دایی در پیام تسلیت خود در گذشت هادی نوروزی را خبری بهت‌آور خوانده و نوشته است باورش سخت است، ولی فوتبالمان در عزای یکی از بهترین‌هایش رخت سیاه بر تن کرده است. پرویز مظلومی سرمربی تیم استقلال نیز درگذشت نوروزی را از طرف کادر فنی، بازیکنان و هواداران این تیم تسلیت گفته است. جواد نکونام، کاپیتان سابق تیم ملی که اینک در تیم سایپا بازی می‌کند، گفته است واقعا نمی‌دانم چه بگویم. همه بهت‌زده هستیم. ای کاش این خبر دروغ بود. مهدی رحمتی، دروازه‌بان و کاپیتان تیم استقلال، هم در گذشت هادی نوروزی را به خانواده وی تسلیت گفته و در پیامی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده نوشته است هنوز رفتن هادی نوروزی را باور ندارم. خاطرات هادی محجوب از یادمان می گذرد. شماری از طرفداران تیم پرسپولیس پس از شنیدن این خبر در برابر اورژانس بیمارستان تجمع کردند و پلیس در تلاش است تا این افراد را به خیابان‌های اطراف بیمارستان هدایت کند. برخی از بازیکنان پرسپولیس، احمد رضا عابدزاده و پژمان جمشیدی، 2 بازیکن سابق فوتبال، نیز در بیمارستان حاضر شدند. گفته می شود پیکر هادی نوروزی برای بررسی دقیق علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شده است. محمود خردبین، یکی از مسئولان باشگاه پرسپولیس، گفته است که خانواده این بازیکن قصد دارند پیکر وی را در زادگاهش به خاک بسپارند. هنوز به طور رسمی محل دفن و تاریخ برگزاری مراسم تشییع پیکر هادی نوروزی اعلام نشده است. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانهایی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. منتظر شما هستیم. تا دیدار دیگر، بدرود.